اینجا میتونه. مشارکت حداکثری مردم توی انتخابات یکی از اصلی ترین خواسته های حکومت ها در اغلب کشورهای دنیاست. اگه درصد مشارکت توی انتخابات بالا باشه، پیام ها و اثرات خوبی داره، هم برای داخل و هم خارج از کشور، که شاید این اثرات خوب تا سالها بتونه آرامش سیاسی و اقتصادی رو تضمین کنه. در واقع پیام مشارکت بالا میتونه این باشه که مردم معتقدن صندوق رأی آینده سازه و در نتیجه فردی که انتخاب شده با پشتوانه رأی ملت میتونه در عرصه داخلی مقابل کسانی که مخل آرامش اقتصادی مردم هستن محکم بایسته و در عرصه خارجی هم با اتکا به حمایت و پشتیبانی مردم اجازه تهدید و تحریم علیه کشور رو نده. اما از بدترین تبعات مشارکت پایین در انتخابات میتونه این مسئله باشه که عملاً دولت از قدرت لازم و کافی برای حل مشکلات داخلی و خارجی برخوردار نیست، چرا که رئیس جمهور برخواسته از رأی اکثریت مردم نیست و هر کشور معاندی میتونه این مسئله رو برای به چالش کشیدن قدرت نظام دستاویز قرار بده و این یعنی پشتوانه مردمی دولت در برابر بیگانگان به چالش کشیده میشه. در چنین شرایطی دولت دیگه قادر به چانه‌زنی برای احقاق حقوق ملت نیست و این یعنی تهدید بیشتر، تحریم بیشتر و فشار بیشتر به زندگی و معیشت مردم. در واقع قدرتمندترین اهرم دولت که میتونست منجر به رنگین شدن سفره مردم بشه به نقطه ضعف تبدیل شده و حتی ممکنه دشمن با دیدن پشتوانه ضعیف مردمی دولت روزگار کشور رو به حال و روز خیلی از کشورهای درگیر جنگ و ناآرامی مثل عراق، افغانستان، سوریه، یمن و لیبی تبدیل کنه. بوغ مخرره شاید امروز خیلی از ماها از خیلی چیزا ناراضی باشیم، اما قطعا راه اعتراض عدم حضور در انتخابات نیست. مشارکت پایین قطعا وضعیت کشور رو از اینی که هست بدتر میکنه و شاید تا سالهای سال این اثرات مخرب بر زندگی و معیشت مردم باقی بمونه. یادمون باشه اگه همه ی ابرقدرت‌های دنیا حاضر شدن با دولت روحانی مذاکره کنن و اگه آمریکا که تنها منطق موشک کروز رو میشناخت به جای حمله نظامی راضی به نشستن پشت میز مذاکره شد، قطعاً به دلیل پشتوانه 40 ساله مردمی نظام بود. قهر با صندوق انتخابات به هر دلیل و با هر توجیهی هیچ کدوم از ما رو به هدفی که در سر داریم نمیرسونه. شاید بعضی از مسئولین اشتباهات بزرگی کرده باشن و حق مردم رو اونطور که باید ادا نکردن. اما اگر دنبال بهبود زندگی و رفاه بلند مدت هستیم، اولین قدم حضور در انتخابات و قدم دوم انتخاب شخص اصلحه. حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقیناً کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. احتمالاً بخش زیادی از نارضایتی‌های امروز ما به بعضی انتخاب‌های اشتباه خودمون هم برمی‌گرده. سال‌هایی که با مشارکت حداکثریمون در انتخابات اگر فریب وعده‌ها، ریاکاری‌ها و شعارهای دروغ رو نمی‌خوردیم و یه انتخاب درست رو رقم می‌زدیم، الان علاوه بر اینکه دشمن رو به پشت میز مذاکره آورده بودیم، مدیریت صحیح در داخل و اعتماد به توان داخلی کشور هم میتونست به عنوان مکمل مذاکرات اوضاع کشور رو اونطوری که به میل مردم هست پیش ببره.
پس اگه واقعا به یه ایران قوی و زندگی خوب فکر میکنیم، راه چاره رو نباید در جا زدن جستجو کنیم، بلکه یه انتخاب درست و بزرگ میتونه امید رو دوباره به ایرانمون برگردونه.